این واقعیتی وجود داره. بسیار از این طرح‌ها مایه دلسردی مردم شده، این رو نمیشه انکار کرد. من فکر میکنم که این ناکامی‌ها بخشی از روندی است که همه ما داریم طی می‌کنیم، داریم یاد می‌گیریم، می‌خوایم با یه حکومت که شبیه اختاپوس واقعاً به تمام ثروت‌ها قدرت چنگ انداخته برخورد بکنیم. طبیعتاً بلد نیستیم، افراد خیلی خیلی دانا اما تیم و کار جمعی رو بلد نیستیم، باید یاد بگیریم. به نظر من پروژه‌ای باید تعریف بکنیم کارهامون رو. ببینید توی چند روز گذشته آقای حسین رونقی در اعتصاب غذا بود، بقیه بهش پیوستن در خارج از کشور و قوه قضاییه مجبور شد، ناگزیر شد که ایشون رو برای درمان ببرن و تقبل بکنن. این کار رو ما باید برای آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد بکنیم. بیاییم اتحاد رو از همین پروژه شروع بکنیم. امروز که مصادف با سومین سالگرد جنبش سبز هست، بیاییم یک پروژه تعریف کنیم. ما پیکره واحدی هستیم به اسم مخالفان جمهوری اسلامی. اندازه هامون مهم نیست، مهم این است که ما پیکره واحدیم. این پیکره واحد امروز یک خواسته داشته باشه در این سومین سالگرد و اون دو مرد عمل و اون بانوی عمل رو از حصر بیرون بیارن. با انواع کارها و کمپینی که میتونیم و باید به راه بندازیم به مردم ثابت کنیم، مردم کمک کنیم. مرد عمل اگر دنبالش میگردیم مثل موسوی و کروبی میخواهیم باشن و نه مثل دیگرانی که میرن یواش رأی میدن. اگر اینها آمدن ما باهاشون چه کار کردیم؟ وقتی اینها رو به حصر بردن باهاشون چه کار کردیم؟ مراقب وسواس و مراقب بدگویی ها باشیم. طرفدار هر کسی که هستیم از او بخواهیم به این کمپین بپیونده و این کمپین رو راه بندازیم. پیروزی در این کمپین یعنی پایان حصر موسوی و کروبی بزرگترین پیام هست که ما در این سه سال کلاس اپوزیسیون و مخالفت یاد گرفتیم. بله. که حالا در کنار هم دیگه یک پروژه تعریف کنیم. پروژه های بعدی هم میشود مطرح که باشه که من قصد برپاس بذارم آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد رو از هر سویه.